امیر تتلو بالاخره یه اعتراف جنجالی انجام داد و صحبتهایی رو در مورد کلاهبرداری در سایت های شرط بندیش انجام داد. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت های تتلو رو میشنویم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. امیر تتلو در اظهارات جدیدی کلاهبردار بودن سایت های شرط بندی خودش رو اعتراف کرد. تتلو خواننده پرحاشیه‌ایه که چند سال پیش به کشور ترکیه مهاجرت کرد و اونجا در کنار فعالیت‌های موسیقیش برای کسب درآمد بیشتری تبلیغ یه سری سایت شرط‌بندی رو هم انجام میداد که از این طریق درآمد بالایی رو به دست می آورد. به همین دلیل هم تصمیم گرفت که خودش هم شخصا یه سایت شرط‌بندی به نام خودش بزنه. واسه همین هم در مرداد ماه سال 99 سایت شرط‌بندی خودش رو راه اندازی کرد و اعلام کرد که مدیریت این سایت رو بر عهده خودش هست و بازگشت پولش تضمین شده است. با این حال بعد از حدودا 6-7 ماه در فروردین ماه 1400، در حالی که هنوز یک سال هم از راه اندازی سایت شرط بندیش نگذشته بود، تصمیم گرفتش که سایت خودش رو ببنده. تتلو اون موقع توی صحبت‌هایی گفتش که خب متاسفانه به این نتیجه رسیدم که سایت شرط بندی توش صداقت و احترام و اعتماد وجود نداره، حق ما رو درست نداد. بعد وعیدایی هم که داده بودن عملی نشد. وقتی با منی که یه سال تبلیغ کردم و وقت گذاشتم این شد، حتما با مردم هم همین میشه. این یعنی ما به خاطر قمار یا ترس از پلیس و این چیزا این کار رو نکردیم و سایت رو نبستیم. ما به خاطر حساب کتاب غلط و وعده های دروغ این کار رو کردیم و سایت رو بستیم. منظور از تتلو از وعده وعیدهایی هم که عملی نشد، صحبت هایی بودش که صاحبان و سرکرده های این سایت ها به تتلو داده بودن و گفته بودن که پول بزرگی نصیبت میشه و با کمک اون میتونی ویدیوها و آهنگاتو با بالاترین کیفیت آماده بکنی و حتی به فرهنگ کشور تو هوادارات هم کمک بکنی. ولی خب چیزی که تتلو مدعی بودش، گفته بودش که مبلغی که از این سایت ها به دست آوردم در حد اجاره خونم هم نبودش. تتلو توی گفتگوی کلاپوسیش این مسئله رو اعلام کرد و گفتش که این سایت ها کاملا کلاهبردار بودن و به طرق مختلف از مردم دزدی میکردن و پولشون رو بالا میکشیدن. روز گذشته یه پرونده یا برای تتلو، دنیا جمعخ و ساشا صبحانی توی تهران ایجاد کردن که مربوط به شکایت هاییه که از این افراد به خاطر داشتن سایت های شرط بندیشون انجام شده و میگفتن که کلاهبرداری عظیمی از طریق این سه نفر و یه سری افراد دیگه از یه سری مال باخته انجام شده بوده. واسه همینم دادگاه این افراد رو قضایی کرده و احضاریه براشون فرستاده، ولی و اگه توی دادگاهی که براشون مشخص شده حضور پیدا نکنن، حکم بازداشتشون هم صادر میشه. بریم با هم صحبت‌های تتلو و افشاگری که علیه باند قمار و سایت‌های شرط‌بندی انجام داده و صحبت‌هایی که درباره سایت شرط‌بندی خودش هم گفته با هم بشنویم. با سایت شرط‌بندی که امیر تتلو توش کار کرد، کلاهبرداری و حق و ناحق بود یا نبود؟ من میخوام به شما بگم که کلاهبرداری و حق و ناحق بود. من دارم به شما میگم که بود. کار کردم، کلاهبرداری و حق و ناحق بود. همین امروز بنده به اونرهای سایت شرط‌بندی گفتم. شما مگه به من نگفتید آقا فلانی لامبورگینی خریده، نصف اسم تو هم نی، 20 سالی لامبورگینی خریده، بیا لامبورگینی بخر. آقا من لامبورگینی ها نمیخوام. بنده یه سال کار کردم، 1000 نفر اومدن من گفتن دوزو کلاهبردار، 1000 تا برای شما تبلیغات کردم. هنوز که هنوزه آهنگ با تو من، آلبوم شیطان من داره پلی میشه، توش تبلیغات بت داره میشه. اون وقت اینا یه لامبورگینی که به من ندادن به جای لامبورگینی ها هیچ، امروز زنگ زدم میگم آقا من لامبورگینی هم نمیخوام، لامبورگینی ها هم نمیخوام، تو یه دونه بی ام و آی ایکس برای من بگیر، من برای فیلم یوتیوب هم احتیاج دارم، یک ماه بعدش هم این بی ام و رو من به تو پس میدم. جواب تلفن من رو دیگه ندادن. من بعد از همکاری میتونم بگم آقا ایشون دزد، کلاهبردار، حق و ناحق کرده و الان دارم به شما میگم جلوی 10000 نفر با صدای خود امیر تتلو دارم میگم سایت شرط بندی دزدی و کلاهبرداری بود، حق خود من هم خورده شد. ولی تا قبل از این شما نمیتونستی اینو از من بخوای. تا قبل از این من با همشون هم کار میکردم، از من هم میپرسن کلاهبرداره، من میگفتم آقا من این بالا هستم، حواسم هم نیست، کلاهبرداری هم نشده فعلا، ولی الان کلاهبرداری شده. من خیلی با ریز دارم میگم همون آدمایی که گفتم من هنوز نمیدونم که کلاهبردار هستن یا نیستن، امروز دارم به شما میگم حق امیر تتلو خورده شده، تمام ملت ایران میدونن. یعنی امیر تتلو اندازه میلاد حاتمی نبود سه تا لامبورگینی، یعنی امیر تتلو اندازه علیشمس نبود، یعنی امیر تتلو اندازه پویا مختاری نبود. نه حق و ناحق شد، چون امیر تتلو بلد نبوده هی بهش یه عدد قرمز نشون دادن و چون اونا بلد بودن، پیگیر بودن، هی رفتن گفتن آقا این عدد ما چرا اینجوریه، لامبورگینی هاشونو کشیدن بیرون یا فیشینگ انجام دادن.
من دارم امروز به صورت قاطع به شما میگم. خب دوستان، نظرتون راجع به صحبتایی که تتلو انجام داد چیه؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظرتون آیا تتلو به خاطر اینکه منافعش نرسید این اومد صحبت رو انجام داد یا نه واقعا چون فکر میکرد غیر اخلاقی و دزدیه کار رو کنار گذاشت؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید.